سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهرمان، پرسان کردن که آیا سیر جادو باعث فیبروم رحمی می شود؟ در صورتی که عادت مانع چند به جادو بسته شده باشد، اگر می شود درمان آن از قرآن و سنت چگونه است؟ لطفا مشکل من را به استاد برسانید. خب خواهر عزیز من، بله، سیر و جادو باعث فیبروم رحمی می شود، باعث خون ریزی رحمی می شود و حتی باعث مسدود شدن رحم می شود به اذن الله سبحانه و تعالی، و حتی باعث میشه که در رحم اگر هر نطفه تکوین شوه، وقتی که آب مرد در اونجا میرسه، در امونجا جنین از بین میبره و نوع جن است که اسپرم مرد او از بین میبره و نمیگذاره که داخل رحم طفل شوه. و اگر ای با جادو بسته شده باشه، جادو شده باشه، در داخل رحم ای شیاطین داخل میشن. البته بدون شک که در هر کار اذن الله سبحانه و تعالی هست، که یک موضوع علایده است که در باره میتونیم ساعت ها صحبت بکنیم. پس یگانه رای ازی رقیه شرعی است که از طریق رقیه شرعی ای باید چی شوه؟ رقیه شوه. و راقی باید یک زن باشه که دست خدا بالای رحم بگذاره و ایره پیدا بکنه که رحم راست یا رحم چپ باشه. راقی نباید مرد باشه، نزد راقی مرد نرین، راقیه باشه و زن باشه، پاک نفس باشه، زن مسلمان باشه و دست خدا اونجا بگذاره و فشار بده و بزن الله سبحانه و تعالی آیات رقیه را بخونه، بعد از او دست خدا در بالای رحم دیگر بگذاره و اونجا را هم دعا بکنه و آیات رقیه را بالاش بخونه و دم بکنه. و بعد از او باز شما باید از چند چیز استفاده بکنین که تمام از این را باید کسی که شما رو رقیه میکنه و را دم بکنه و آیات قرآن را برازو بخونه. یکی از این به نام کاستوس آیل است. کاستوس آیل یا روغن کاستوس که در فارسی عربی ما شما القسط البحری میگیم، به نام قسط اندی هم یاد میشه. و روغن از این شما هم باید بخورین و هم در قسمت رحم باید چرب شوه، که از این روزانه یک قاشق میخورین، خیلی قوی است و این تمام سیستم از داخل پاک میکنه. وقتی که یک قاشق چای خوری میخورین و از پشت جلد ای هم جذب میشه داخل و ای امو منطقه را برای شیاطین یک منطقه غیر امن میسازه که اونا نمیتونن در اونجا ترسد بکنن و از بوی ازی و از روغن ازی بسیار بد میبرن. و دیگه خود پودر قسط بحری هست که او را شما هم باید در آب بندازین و دم بکنین، آب که در یک سطل باشه و برابر 7 برگ درخت چوکیده شده یه سدر در یک سطل آب که آیات رقبه او خوانده شده باشه شما دهی بندازین، خوبی را مخلوط بکنین، بعد از این 2 گلاس از این را بنوشین، با بقیه از این شما امام بکنین و این را هفته 2 بار انجام بتین. و دیگر ای است که شما کسی که شما رقیه میکنه روغن سیادانه را رقیه بکنه، در این وقت با عسل، با خود سیادانه، با روغن زیتون، با روغن زیتون رقیه شده هر روز صبح و شام شما جانتان را چرب بکنین و تمام بدن باید چرب شود. و روغن سیادانه را در قسمت که از پشت سر جلد یعنی رحم باید چرب شود، از پشت یعنی از سر شکم و همچنان از پشت سر که از قسمت گرده ها هست باید روغن سیادانه چرب شود و روزانه 1 قاشق از روغن سیادانه خورده شود. و خود سیادانه با عسل هر روز پیش از اینکه شما استراحت میکنین، نیم ساعت پیش، 1 قاشق عسل با چند دانه از سیادانه که در حدود 21 تا باشه، ضرور نیست که 21 تا باشه، هدفی است که زیاد نشوه، به خاطر که سیادانه گرم است و گرمی داره، مجازهای انسان فرق میکنه. دیگه از او خاطر این کار را بکنین و انشالله تعالی الله سبحانه و تعالی با ای طب نبوی و قرآن و سنت و رقیه شرعی انشاءالله که ایره از بین میبره. و بار بار دستتانه باید در قسمت های رحمی که شما احساس میکنین باید بگذارین و موعظتین با آیت الکرسی بخونین و هر بار که شما نماز میخونین این کار را بکنین و انشالله که چندین بار بر رقیه ضرورت دارین. و اگر کدام حاجم خوب را میشناسین که شما را اجامت بکنه، اما قسمت های بطنی که خود از ما میفهمن کدام قسمت مربوط به رحم میشه، باز اونا اونجا را اجامت بکنن انشاءالله تعالی.